اما سوال بعدی، حالا که خانم ها رعایت نمی کنن، آقای پرسیدن، حالا که خانم ها رعایت نمی کنن بعضیاشون، وظیفه ما مرد ها چیه؟ وظیفه‌مون سنگین تره دیگه قطعا. حالا چیکار بکنیم، چگونه برخورد بکنیم با این وضعیت؟ وظیفه سنگینه اما کار خیلی ساده است، خیلی آسانه. ببینید الان خیلی 40 سال، 50 سال، 60 سال فلجن، زمینگیرن. اینا اگه تو دوران طفولیت کودکی یه قطره داروی فلج اطفال به اینا میدادن، یه قطره، الان 40 سال، 50 سال زمینگیر نبود، یه همه رنج و محرومیت نداشت. قرآن همیشه همون قطره رو میده، یعنی درمان خیلی ساده است. این قطره چیه؟ میگه چشمتو ببند. شما وقتی چشمتو ببندی تو ذهن خودت دنبال نکنی، اون آثار مخرب رو دیگه نداره، راحت از کنارش میتونه عبورش. اولش البته خیلی مشکل، همین چشم بستنه بالاخره اون شیطون هم هست دیگه. خب شیطون تا چشم باز نباشه کار نمیتونه بکنه. بالاخره دزدم وقتی میخواد از یه مغازه چیزی ببره، این کرکره رو باید بالا بکشه تا وارد بشه. یه منفذی میخواد، یه روزنه‌ای میخواد. قرآن میگه، میگه به مردها بگه چشماشون رو ببند، چشم رو ببندن، در ذهنم دنبال نکنن. بعد از این مدتی اصلا عادت میشه، ملکه میشه، اصلا خود به خود چشم بسته میشه. الان چطور یه گرد غباری میاد ناخواسته چشم شما بسته میشه؟ چه بخوای چه نه، خودکار عمل میکنه. یه وقتی هم که گرد و غبار گناه میاد، چشم خودکار بسته میشه. بنابراین راهش خیلی راحته. یه کسی به یه کسی گفت من خیلی اهل شراب و مشروبم، چیکار کنم؟ ترک بکنم. گفت وقتی که شیشه شراب دست میگیری فقط یکم، یه اندازه، کمتر از یک سان، این انگشتاتو باز کن. میفته، میفته. شما هرگاه این لیوان رو برداشتی فقط برای یه لحظه، زیادم کمتر از یک سانت، باز کن و ببین. سیگاری هستی اشکال نداره، برو سیگار بخر، هر سیگاری میخوای بخری به وسط انگشت دیگه برای یه لحظه راش. به همین سادگیه. بعد خودم عاقل بالاخره پیش خودش فکر میکنه، میگه هی برم بخرم، هی بزنم بشکنم، کدوم عاقلی که فکر میکنه؟ یعنی خیلی آسانه شروعش. البته عرض کردم ممکن اولش هم با مشقت و دشواری باشه. اینجا جاییست که خدا هم به کمک میاد، منطقه خدا یه چند سوای شما رو رها میکنه، مثل یک مادری که بچهش میخواد راه بره، هواشو داره ولی نمیگیرتش، تا بخواد بیفته میگیرتش. خدا همینطوریه، دستگیری میکنه. اگر کسی واقعا اراده کنه بخواد، خواستن مهمه دیگه، خواستن مهمه. خواستن هم باید عملی باشه، یعنی واقعا اصلا چشمشو ببند. این خواست عملی. خیلی خوب، انشاءالله از این وظیفه سنگینم سلام هم به این بیتم از حافظ بخونم، از سعدی بخونم که گفت که حالا اگر این کار نکردی چشمتو باز گذاشتی، چو دیده به دیدار کردی دلیر، نگردی چو مستسقی از دجل سیر. بعضی ها مرض استسقا دارن، یعنی هرچه آب میخورن بازم تشنه، آتش دارن. میگه اگه چشم این فرمول قرآن رو عمل نکرد، به جایی که چشمتو ببندی باز گذاشتی، یادت باشه اصلا سیری ناپذیره، هرچی بری جلوتر تشنه تری. ایداد میده، اینجوری نیست که رفع آتش بشه، دقیقا مثل آتش. اینجا یه آتشی شعله بره، شما یه صندلی چوبی بینداز داخلش، فکر میکنی تمام میشه، شعله برتر میشه. شما هرچی نگاهت بیشتر بشه، حواست شعله برتر میشه. خدا نه رو